صندوق بین المللی پول میگوید رشد اقتصاد دنیا در سال 2015 و سال پس از آن کمتر از پیش بینی ها خواهد بود. به این ترتیب رشد جهانی اقتصاد در سال 2015 از رقم 3.5% بالاتر نمی رود و در سال 2016 نیز 3.7% خواهد بود. پیش از این پیش بینی می شد در سال 2015 تولید ناخالص داخلی دنیا 3.8% باشد و در سال پس از آن به رقم 4% برسد. صندوق بین المللی پول نسبت به رشد اقتصاد آمریکا خوشبین است. برای سال 2015 نسبت به پیشبینی رشد آمریکا تجدید نظر کرده ایم و آن را بیشتر از قبل و 3.6% پیشبینی می کنیم. اما برای حوزه پولی یورو پیشبینی ها کمتر از قبل و 1.1% خواهد بود. به این ترتیب ایالات متحده تنها کشوری است که پس از مدتی افت رشد بالای اقتصادی خواهد داشت و تأثیر مثبتی بر اوضاع اقتصادی دنیا خواهد گذاشت. به اعتقاد صندوق بین المللی پول حتی سقوط شدید قیمت نفت در بازار تأثیر چندانی در بالا رفتن سرعت رشد جهانی اقتصاد نخواهد داشت. اولیویه روت از گروه بانک کلوز برادرز میگوید آسیا و آمریکا رشد باثباتی دارند. این در حالی است که اروپایی ها درگیر بحران بدهی ها هستند. در حال حاضر اقتصاد جهان بر روی 2 ستون به جای 3 ستون قرار گرفته. این موضوع نگرانی صندوق بین المللی پول را موجب شده است. افت رشد اقتصادی چین از جمله قدرت های اقتصادی دنیا در سال 2014 و ادامه داشتن این روند نزولی از جمله عوامل تغییر در پیش بینی های رشد جهانی اقتصاد است. افت روند رشد اقتصادی چین بر روی فعالیت‌های اقتصادی قدرت‌های نوظهور اقتصادی تأثیر منفی خواهد داشت.